اما در خصوص سیاست خارجی دو نامزد ریاست جمهوری، در صورت پیروزی و راهیابی آنها به کاخ سفید، در رابطه با برنامه‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، همکارم شفول عباسی بیشتر به ما خواهد گفت. شفول، پیام آقای بایدن بارها در مناظره‌ها و مصاحبه‌هاش در خصوص سیاست خارجی، در صورت پیروزی و راهیابی به کاخ سفید و نوع تعامل دموکرات‌ها با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از برجام دفاع کرده و منتقد سیاست کنار کشیدن آمریکا از توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام توسط جمهوری خواهان به رهبری آقای ترامپ در 18 اردیبهشت سال 97 بود. دیدگاه دموکرات‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران در بخش سیاست خارجی وبسایت رسمی آقای بایدن به این صورت شرح داده شده که توافق هسته‌ای تاریخی ایران با مذاکرات دولت اوباما بایدن در کنار متحدان و دیگر قدرت‌های جهانی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شد. با این حال پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفت اون رو کنار بگذاره و باعث شد ایران برنامه هسته‌ای خود رو دوباره آغاز کنه، تحریک‌آمیزتر بشه و منطقه رو در آستانه جنگ فاجعه بار دیگری قرار بده. در وبسایت آقای بایدن به صورت واضح و مشخص اعلام شده که اگر تهران به توافق خودش، منظور برجام، پایبند باشه، اون با استفاده از دیپلماسی سختگیرانه و حمایت متحدان برای تقویت و گسترش اون توافقنامه رو دوباره آغاز میکنه و همزمان به طور مؤثرتری علیه سایر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواهد ایستاد. در واقع پیام برخلاف آنچه که در بین افکار عمومی شایع شده که در صورت پیروزی دموکرات‌ها و راهیابیشون به کاخ سفید ادامه فعالیت‌های هسته‌ای یا ادامه رفتار جمهوری اسلامی در منطقه یا داخل کشور تحمل خواهد شد، با نگاه دقیق‌تر به دیدگاه رسمی دموکرات‌ها مشخص میشه که اینطور نیست. به کلام ساده‌تر، برنامه هسته‌ای ایران و امکان دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نه تنها در جبهه دموکرات‌ها و یا جبهه جمهوری‌خواهان، بلکه در سیاست کلی ایالات متحده قابل تحمل نیست. اما روش‌ها متفاوته. جمهوری خواهان معتقد بودند که پاره کردن توافقنامه برجام و بازگرداندن تحریم‌ها و کارزار فشار حداکثری راه رو بر فعالیت‌های هسته جمهوری اسلامی خواهد بست، اما دموکرات‌ها معتقدند برجام یا یک توافق ترمیم شده با کمک متحدان غربی راهکار مؤثر در جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای خواهد بود. پیام، ممنون از تو شفور عباسی.